دوستای عزیز سلام، وقتیم بخیر. به یک ویدیو دیگر از کانال هنری قاصدک خوش آمدید. در این ویدیو آموزش آینه های گرد را به درخواست یک از خواهر ما گذاشتیم. این مدلی که در اول ویدیو میبینید شبیه از اویه. ما به این وسایل نیاز داریم: آینه های گرد، یک قیچی و از این را از هر رنگش که شما دوست داشته باشید میتونید کوک کنید. اینجا شروع نیم به گلدوزی. این مدل گلدوزی را هم میتونیم روی تیکه های اضافه کو کنیم و روی لباس خو نصب کنیم، هم میتونیم مستقیم روی لباس خو. این سون از ما خیلی باریک هم آیی را چهار قد کدوم، همون تک میبینید دو قدی بستش ده اینجا یا اینجا قلاب کدوم که سر تار ما بستش نه، و شروع کدیم به دختن. دخت اولشی دو تار روی سوزن بود، دخت بعدی پایینش رو برابر میگیریم، از بالا یک تار اضافه مونیم. ما این را به همین صورت 6 دنه کوک کوک مونیم. پایینش را برابر میگیریم، فاصله دخت ها یک تا را پایینش برابر میگیریم، از بالا یک کوک اضافه نیم. یک برگ اینجا میخواییم کوک کنیم، 6 دنه کوک به همین صورت کوک کدیم. حالا دوباره همون تارایی که از بالا اضافه کدیم کم کده موریم تا دوباره همون دو تاری اولیه برسه. 6 دنه کوک دیگه یه طرفش کوک مونیم، این کم کده موریم. دو تاری اولیه رسیدنی طرفی روست دوری کار از مویه. این خامک دوزی هم دار که میدونید از طرفی دیگری دور کوک میشه. حالا کارگاه چرخ میدیم، از گوشه همون کوگی آخری یک دو تاری دیگر را دوباره به این سمت میگیریم، کاملا شبیه خود همون شروع نیم به کوک. حالا دوباره پایینش را برابر میگیریم، ادامه میدیم، از بالایشی در هر کوک ما یک تار اضافه مونیم. ایش هم مثل کوک قبلیه کاملا وصلی به همون کوک های قبلیه. اونجایی که ما دو تار زده بوده میشم دو تاره، و ایش که سه تار زده میشم سه تاره، وصل به همون کوک های قبلی. 6 دنه کوک دیگه اینجا کوک مونیم تا کاملا قله او گلبرگ قبلی را باز دوباره به سمت پایین کم کده موریم تا به همون دو تاری اولیه برسه. مدل دختش خیلی راحته. اول ما یخن را اگر خواستیم یخن بدوزیم، پایین دامن یا پایین شلوار را کاملا به همین صورت خانه بندی و طرح اولیش را کوک مونیم، کامل که شد بعد شروع نیم به آینه دوزی. حالا کارگاه چرخ میدیم، یک برگ دیگر روبروی از او برگ قبلی میدوزیم و در کنار از این برگی که آخرین بار دوختیم، ایرم از همون دوختی آخریشی که دو تار روی سوزن بود از همونجا میگیریم و دوباره پایینش برابر میگیریم. بالایش هم در هر کوک ما یک تار از بالا اضافه نیم. ایرم 6 دنه کوکی کوک کدیم، دوباره کم کده موریم. 4 دنه برگ را همیتا دور تا دور هم ما اینجا کوک مونیم. نمونه و مدل از این مدل یخن را ما در اولی ویدیو گذاشتم، اگه دوستان ندارید میتونید از رویش عکس و اسکرین شات بگیرید، پیش خود خود داشته باشید. اینجا هم که آموزش را ما تلاش کردم که واضح و خوب باشه، شما با استفاده از این میتونید برای خود یخن های زیبا پای دامن سر آستین بدوزید. این مدل گلدوزی آینه دوزی بسیار جدیدن زیاد مد شده، هم برای لباس های مردانه و هم برای لباس های زنانه. روی پارچه های سیاه میتونیم از اینا کوک کنیم، هم میتونیم اینا را مستقیم روی خود پارچه کوک کنیم و هم میتونیم روی پارچه های اضافی کوک کنیم و روی لباس خو نصب کنیم. این 4 دنه برگش را ما دوختم روبروی همدیگه. حالا از گوشه همون برگ قبلی از آخرین دخت از او شروع نماییم دفعه به این سمت. حالا از پایین در هر کوک ما یک تار اضافه نم، کاملا از گوشه آخرین دخت که دو تار بود گرفتیم، وصل به اونه دو تار روی سوزنه. اینجا ما 4 دنه را به همون صورت کوک کدوم و دوباره به سمت پایین ما ادامه میدیم و شاخه هایشی به سمت بالا. اگر بخوایم یخن باشه، میخواییم که اندازه یخن را کامل ما به همین صورت چهارتا چهارتا نیم خانه نیم خانه و دوباره یک ردیف دیگه چهارتا چهارتا در روی زیکوب مونیم تا این خانه هایش کامل شنه. حالا ما چهارتا به سمت بالا دوخته بودم، یالی به سمت پایین دوباره به همین صورت کوب مونیم. دوختش خیلی راحت، از زیاد نیاز نداره که ما
همه ایش را توضیح بدیم. طرف بعدیش را مثل این طرف تا پایین را میدوزیم. سه دنه دیگه طرفی پایین اینجایش میدوزیم، چون با یک دنه یکی در اولش دختش در مشترک با همه ایشی، اینجایش هم کاملا مثل این طرفشی. یک برگش دوختم، برگ بعدی را از کنار همون شروع نیم، چهار دنه بر کنار هم دیگه. اینجا دوستای عزیز ما تا همین اندازه رو دوختم. این قرار نیه که لباس شنه، فقط برای آموزشیه دیگه، همه ایشی تکراریه. به همین صورت دخت خامک دوزی از طرف دیگری دورشی، یعنی پشت کار دختم شه، ولی آینه هایش از طرف روی کار دختم شه. ما کارگاه باز کدوم ای را برگرداندم. حالا آینه های خورا با چسب دون جایی که میخواییم آینه را میچسبانم. اول باید از پایین هم برابر همین خانه، یعنی گلی وسطی باشه، از طرفی پهلویش هم برابر گلی وسطی باشه. آینه های گرد را ما اینجا چسباندم. حالا شروعم به دوختن. اول به این صورت، به صورتی ضربدری، ما از یک طرف آینه سوزنخ در میروم، به اون ورش میزنم. حالا دوباره از روی زو یک دور دیگه کگمونم. دوباره از این قسمت که یک دیگه از اینجا کگمونم و یک دور دیگه هم از این طرف شی. همین اندازه کافیه. ای روی آینه را کامل میگره. حالا ما میم که دوربری آینه را کوک کنیم. اول از یک گوشه در میریم، موریم که همین قسمتی وسط آینه را به صورت یک دایره کوچیک در بیریم. اینجا دقت کنید دوستان، از اونجایی که در آوردم اون دو تا تار را نمیگرم، تار بعدی را زیر سوزن. حالا یک تارش را روی سوزن میگریم، یک تارش را زیر سوزن، یعنی یک تار را ما اصلا نمیگرم، تار بعدی روی سوزن. ای را تقریبا دو دور، سه دور، هر تعدادی که بخوایم، اگر هر چی تعدادی از این دورا را ما زیاد کوک کنیم، هم گردی وسط از این بیشتر میشه، هر چی کم کوک کنیم گردی وسطیش کمتر میشه. این دیگه سلیقه‌ایه. ما چند دور به همین صورت یک تار را زیر سوزن میگیریم، اینجا زوم کدونگ بیشتر پیدا باشه، یک تار دیگر روی سوزن. هرچ تعداد زیاده را ما اینجا دور بزنیم، این گردی وسط از ما کلانتر میشه. اگر دوست نداشتیم گردی وسطش کلانتر شنه، کلان شنه، ما یک دور دو دور که بدوزیم کافیه. حالا اینجا تارخ را به این صورت قلاب مونیم که رد کنیم، دوباره در حاشیه هایش باییم و دوختی اطراف زیر انجام بدیم. از اینجا در آوردیم دوخت اطرافش را در یکی از ساقه ها تارخ را در دور سوزن قلاب مونیم و در یکی از ساقه ها که روی آینه قرار داره به این صورت کوک مونیم. دوباره تارخ را در دور سوزن قلاب مونیم، یک کوگی کوچیک از اطراف آینه میگیریم. همه ایش را ای تارخ به دور سوزن قلاب مونیم، یکی از تارهایی که روی آینه قرار داره او را کوک مونیم، دوباره به این سمت قلاب مونیم، از اطرافشی یک مقدار میگیریم، یک مقدار از دخت قبلی میگیریم، یک مقدار یک چند تار هم از پارچه میگیریم. از یک ساقه مایی را همینطور دخته مییم تا به تار یا ساقه بعدی که در روی آینه قرار داره در اونجا را و از اون یکیش را دیگه تمام مونیم. حالا ایش را شروع نیم به دختن. تار از مو دور سوزن قلاب میشه، از اونجایی که سوزن را در میریم از وسط دوتا تار در میریم، دور آینه را کوک مونیم، دوباره تار خرا قلاب مونیم، پایین آینه را کوک مونیم. اینجا دوتا ساقه از مو تمام شد، ما دست سومی شروع بدم به دختن. تار خرا دور سوزن قلاب مونیم، همین تاریک روی آینه قرار داره ایر میگرم، دوباره به قلاب مونم و یک دخت از پارچه میگرم، یک مقدارش از روی دخت قبلی میگیریم، یک مقدارش هم یک چند تار از پارچه میگیریم که اطراف آینه ما کاملا صاف و یک دست شنه. اینجا دوستا از ما، چون که پیش کامره ما مجبوریم که فاصله کامره با کارگاه ما، یعنی با دخت ما کم باشه که به صورت خیلی واضح و خوب دیدش نه، یک مقدار دوختیم سخته، یک مقدار خلاصه بیچم رسلنم. شما این را در فضای آزاد بدون کامره میتونید خیلی قشنگ گلدوزی کنید و خیلی قشنگ، ولی رویش کارش همینه.
اگر اینجا دوختنش برای از ما یک مقدار سخته، یک مقدار در ویدیو خوب نمایه، یه دیگه شما در نظر نگیرید. اگر آدم جلوی کامرا نباشه میتونه ایر خیلی با دقتی بیشتر و خیلی تمیزتر کوک کنه. ما برای ایزی که زیاد تکان نخره یا مثلا زیاد از جلوی دوربین فاصله نگیره، مجبوریم که امیت در یک جای تلاش نیم ثابت باشه، فاصلهش با کامرا کم باشه. بخاطر همون کیفیت کاریم خیلی خوب نمیه. اینجا ما تا ساقهش رو تا اونجای ادامه میدیم که به همین ساقه بعدی برسیم. دخت از ما بعد ساقه بعدی را شروع نیم به دختن. ما دور تا دور آینه را به همین صورت دخت میزنیم و ای کامل میشه. بعد موری ماینه بعدی را اینجا ما چونی قرار نیه یک لباس شونه یک کوگی هسته که استفاده نداره، فقط جهت آموزشی ما زیاد کوگ نگدم، ولی نمونهش را در اولی ویدیویش دوم نمونه مدل یخنش را شما با استفاده از اون میتونید برای خو سر آستین، پایین دامن، یخن، هر چیزی بدوزید و استفاده کنید. ولی رویش کاریش همینه، هم خامک دوزی هایشی و هم آینه دوزیشی شبیه همین دختم شه همهش. یکی آینیزمو تمام شد، ما رفتیم یک آینه دیگر را کوک کنم نشان بدیم که خب بیشتر تمرین شوه. دوستا و عزیزایی که تازه کاره همراهی ویدیو تمرین کنید و او عزیزایی که آینه در اختیار نداره میتونه از سی دی استفاده کنه. یا در هر خانه مطمئنن از سی دی های قدیمی هست، میتونیم اونا را ما دورش را یک خط بکشیم با پنسیل و مداد چیزی با اطرافش را قیچی کنیم. متک میبینید امی آینه های از ما همه ایشی از سی دی های قدیمی، اما سی دی قدیمی استفاده کنم. این سی دی ها هم خیلی سبوک و خوب میه و همین که دوختش راحت و نازک خیلی خوبه، اذیت نمیکنه. ولی خوب یک مقدار کار داره، اونایی که آینه در اختیار داره خوب میتونه از آینه چون که تمیزتر اطرافش بریشش اینا خوب بهتر از آینه استفاده کنه. دوباره دوستای عزیز ما ایره همین دخت هایی که در روی آینه مشود و همه ایش انجام دادم و مورم که در قسمت وسطی آینه اینا را کوک کنم. همونطور که میبینید یک تار را ما زیر سوزن میگرم، یک تار را روی سوزن، یک تار زیر سوزن، یک تار روی سوزن. همین چند دور ما کوک میکنم که تعداد دورایش چند دور باشه سلیقه‌ایه. اگر ما دوست داشتیم همی گردی وسطش کلانتر باشه تعداد زی دورای خود ما بیشتر کوک میکنیم. اگر ما گردی وسط زیر دوست نداشتیم خب تعداد زی دورا را ما کمتر کوک میکنیم. یعنی میخوایم آینه از مو بیشتر پیدا باشه، این گردی وسط زیر ما کوچکتر میکنیم. حالا در یکی از ساقه ها ما این را قلاب کردیم و امادیم که اطرافش کوک کنیم. اول شروع نیم یک تار دوری سوزن حلقه مونیم، به یکی از ساقه ها کوک مونیم، دوباره تار دور سوزن حلقه مونیم، از اطرافشی کوک مونیم، میرم دور تا دور شیره مثل آینه قبلی ما کوک مونیم. به همین صورت ما ادامه میدیم تا به ساقه بعدی برسیم. اینجا دقت کنید دوستان، یک مقدار از دوخت قبلی میگرم، یک مقدارم تارای پارچر میگرم. در ساقه بعدی رسیدیم، دور سوزن قلاب رو ساقه بعدی رو کوک مونم و دوباره یک مقدار از دوختای قبلی، یک مقدارم از تارای پارچه. هر دو تایشی همی سوزن از مو از وسط تارهای قبلی در میا قلاب شده در تارهای قبلی ایرم دور تا دور شده. ما به همین صورت دخت میزنیم. دختی آینه دوزیش هم خیلی راحته، دختی خامک دوزیش هم خیلی راحته. فقط باید دقت کنیم که خامک دوزیشی از طرف دیگری دورش کوک میشه. ما اول یخن خورا کامل خامک دوزیش انجام میدیم، اندازش را که کامل شد، خامک دوزیش که تمام شد، بعد شروع نیم طرفی روست دور کار شروع نیم به دختنی آینه هایش. آینه هایش را همه روال با چسب می چسبانیم چون به این صورت راحت تره. می تونیم بدون چسب هم کار کنیم، یعنی این آینه ها اگر دختش نه کاملا اینجا ثابت و محکم موشه، نیاز به چسب نداره، ولی یک مقدار دختش اذیت مونه مشکله.
بهتره به خاطر همون که ما از چسب استفاده کنیم، اولیر بچسبانیم که در دوختن ما زیاد اذیت نشنیم. کامل و لاینه های خرم میچسبانیم، چسب های مایی که مخصوص پارچه یه. بعد شروع نیم به گلدوزیشی، روی آینه ها را ما کامل گلدوزینیم و استفاده نیم. دیگه دوستای عزیز ادامه میشی، زیاد نیاز به توضیح دادن نداره. امیدوارم که از این ویدیو خوشیم ده باشه و بیتونید استفاده کنید. تا ویدیو های بعد، خدا حافظ.